دنبال نقطه بهینه این تابع F هستیم که با این تابع F رو میتونیم با قرار دادن اون متغیرها در تابع F ارزیابی کنیم. بحث بعدی تشکیل امپراتوری های اولیه هست. امپراتوری های اولیه در حقیقت با ایجاد تعداد N تا از اون کشورهای رندوم ایجاد میشن. بعد اینکه N تا از اون کشورها به صورت رندوم ایجاد شدند، ما اونها رو کاستشون رو در نظر میگیریم و از بین اون کشورها تعداد N تا رو به عنوان امپریالیست در نظر میگیریم، N تای قوی رو، N تایی که کمترین کاست رو دارن یا بیشترین فیتنس رو دارن، بستگی به این داره که مسئله بهینه سازی ما مینیمم سازی هست یا ماکسیمم سازی. بعد عرض کنم خدمت شما که کشورهای اولیه با ترتیبی که خیلی ترتیب روند ساده‌ای هم هست، هر کشوری به میزان قدرتش از مستعمرات اولیه انتخاب میکنه به صورت رندوم، که بیشتر به صورت مکتوب‌تر اگر نیاز بود توی فایل راهنمای فارسی که روی وب هم هست خیلی ساده میتونید بگردید، فایل راهنمای فارسی الگوریتم قابل استعماری. این روند ریاضیاتش من خیلی واردش نمیشم که خیلی ساده انجام میشه. در سشن‌های بعدی اگر فرصت شد بیشتر در مورد این صحبت میکنیم، سشن امروز رو نمیخوایم بیشتر از این طولانی بکنیم. مبحث بعد اینکه کشورهای اولیه ایجاد شدن و در حقیقت امپراتوری‌های اولیه تخصیص داده شدن، ما این می‌کنیم مثلا 10 تا 100 تا کشور تولید می‌کنیم، اینها رو در قالب 10 تا امپراتوری مرتب می‌کنیم. بعد این امپراتوری‌ها داخل خودشون پروسه آسیمیلیشن اعمال میشه. پروسه آسیمیلیشن پروسه‌ای هست که باعث میشه که کشور به سمت امپریالیسم در راستای محور زبان، در راستای محور فرهنگ و در راستای محور مذهب و غیره حرکت کنه. این سیاست تاریخی خیلی قوی داره. برگردیم اگر جذب مذهبی رو در نظر بگیریم، خیلی وقتا با ابزارهای خیلی خیلی خشنتری این کار انجام می شده. که اگر نمیدونم دوستان، بعضی دوستان هنوز اسلاید رو ندارن، ابزارهای در حقیقت خشنی برای این کار استفاده شده. بعضی وقتا این سیاست جذب به صورت ابزارهای خیلی نرم بوده، واقعا هدف جذب مستعمرات بوده. اگر در دو بود بخوایم این موضوع رو بررسی کنیم، در دو بود میتونیم در نظر بگیریم که محور فرهنگ رو در نظر بگیریم و محور زبان رو. ما یک کشور ضعیف داریم که این کلونی هست و یک کشور قوی داریم که این هست. این کشور ضعیف به سمت این کشور قوی امپریالیسم کشیده میشه. این کشش حالا نرم یا سخت. باز برای این کشش ما در حالت ریاضیش به این صورت عمل میکنیم که در راستای خط واصله بین کلونی و امپریالیسم به اندازه x که یک عدد رندوم تصادفی هست حرکت میکنیم. بعد این x یک عدد رندوم با توزیع یک نواخت بین 0 و تقریبا 2D هست. یعنی شما در نظر بگیرید آینه این کلونی رو این ور مستمره، از این خط وصل کنید به اینجا، انگار روی این پاره خطی که از کلونی به آینش هست یه عدد تصادفی انتخاب میکنید. اونتا قضیه همیشه به این صورت نبوده که مثلا کشور امپریالیست که مثلا امپراتوری در حقیقت بریتانیا رو در نظر بگیریم که یه زمانی اصطلاحا گفته میشد که در امپراتوری بریتانیا آفتاب غروب نمیکنه، چون از آفریقا و کانادا و آمریکا و قاره آمریکا و اینا تا هند و در حقیقت سنگاپور و اینا کشیده شده بود و عملا آفتاب غروب نمی‌کرد. این به این صورت نبود که عملا مثلا کشور هند رو در نظر بگیریم، زبان انگلیسی که تو هند صحبت میشه اون چیزی نیست که در حقیقت یه بریتانیایی صحبت میکنه. این در حقیقت به خاطر یه ذره انحراف از مسیر جذب بوده. خیلی وقتا به دلیل انحراف از مسیر جذب نه تنها کشور مستعمره، همونی که استعمارگر می‌خواسته نشده،
رفته یه چیز جدید رو هم ایجاد کرده که در حقیقت مثل زبان، مثلا زبانی که انگلیسی هست، ما با دوستانم اینجا هندی ها صحبت میکنن به زور متوجه میشیم و تا تند هم صحبت میکنن. این انحراف هم تو مدل سازی شده با یه ذره انحراف تتا در مسیر حرکت. همون مسیر رو در نظر بگیرید و یه ذره انحراف هم در حالت دو بعدی بهش اضافه کنید. خب مرحله بعدی ریولوشن هست. ریولوشن یا تغییرات ناگهانی در موقعیت کشور. یک کشور که در راستای محور جذب قرار گرفته ممکنه که به هر دلیلی درش انقلاب اتفاق بیفته. انقلاب تغییرات ناگهانی در راستای محور فرهنگ، زبان حالا خیلی موضوعیت نداره، در حقیقت اون بافت ظاهری جامعه ممکنه یک لحظه حالت مذهبیش با یه انقلاب بالا و پایین بشه. در حقیقت این باعث میشه که انقلاب باعث میشه یک کشور که تا الان اینجا بوده به خاطر انقلاب یهو جایگاهش عوض بشه. این میتونه باعث کشف موقعیت‌های جدید بشه که هم میتونه یهو باعث کلاپس اون کشور بشه و در موارد معدودی هم میتونه مسیر مناسبی رو براش باز کنه. در هر صورت وقتی کشوری با اعمال سیاست جذب یا در حقیقت با انقلاب موقعیتش عوض شد، ممکنه که در نتیجه این کار به یه جایی برسه که احیانا موقعیتش بهتر از کشور استعمارگر یا امپریالیست بشه. در این صورت این کشور هست که کنترل امپراتوری رو در دستش میگیره و کار رو ادامه میده، همون سیاست جذب رو اعمال میکنه، ریولوشن هم که ممکن اتفاق بیفته. این قضیه خیلی جاها اتفاق افتاده. برهم کشوری که ضعیف بوده قوی شده، کشوری قوی بوده ضعیف شده. اینجا این اتفاق رو با هم میبینیم. اگر کشوری که بهترین مستعمره ما هست یهو قوی بشه از این امپریالیسم، خودش کنترل کل این توده در حقیقت کشورها رو در اختیارش میگیره، این توده رو کلن میگیره برای کنترل و ادامه سیاست جذب رو خودش ایجاد میکنه. قدرت کل یک امپراتوری رو ما تعریف میکنیم توی این مرحله. قدرت کل یک امپراتوری در حقیقت میشه گفت کشور مرکزی مهمترین تأثیر رو داره. خب امپریالیسم یه ذره قوی بودن مستعمرات هم مهم هستن، که اینکه کشور چه مستعمراتی رو داره کنترل میکنه. خیلی جاها بودن که اصلا امپریالیست ها نمیترسید اونجا رو کنترل کنن. بنابراین ما قدرت در حقیقت توتال کاست یک امپراتوری رو تعریف میکنیم، کاست امپریالیست اون در حقیقت امپریالیست به اضافه درصد کوچیکی از میانگین کاست کلونی ها، که این خیلی مثلا معمولا یک صدم هست، بعضی وقتا نمیذاریم این رو. مرحله بعدی رقابت استعماری هست که مرحله پنجم هست. رقابت استعماری در حقیقت پروسه ای بوده که همه امپراتوری ها با این قضیه درگیر بودن. اصلا یکی از دلایل رشد سریعی که دقیقت نگیم روش تغییر بسیار سریعی که در موقعیت سیاسی اجتماعی اتفاق افتاد همین رقابت های استعماری بودن، که اوایل با ابزار سخت با حضور نظامی میخواستند کنترل کنند، بعدها این کنترل با افزایش ارتباطات بین کشورها مجبور شد خودش رو به حالت کنترل های نرم بده. اینکه در حقیقت کشورهای مستعمره حالت پدرانه برای کشورهای بخشی امپریالیست، حالت در حقیقت این که اینها رو بخوان روش بدم، خیلی کشورها رو ما مثال داریم که کشورهای امپریالیست برای اینکه بتونن توسعه خودشون رو اونجا توسعه خودشون رو نگه دارن، سیستم بهداشتی، سیستم آموزشی اونها رو بهبود دادن. این همون دلیلی هست که بهش کلمه استعمار از عمران و آبادانی گفته میشه.
زیرساخت‌هایی که خیلی از کشورها در حال حاضر دارند برمیگرده، حالا ممکنه هدف اونها چپاول اون کشورها بوده، منتها خیلی از این زیرساخت‌ها برمیگرده به اینکه کشورهای استعمارگر به خاطر کنترل اون کشورها در حقیقت اون زیرساخت‌ها رو ایجاد کردن. خیلی از مواردش رو میتونیم مثال بزنیم. خب رقابت استعماری در حقیقت به این صورت اتفاق میفته که ما یکی یا چند تا از امپراتوری های ضعیف ببخشید مستعمرات ضعیف‌ترین امپراتوری رو انتخاب میکنیم و اون رو میذاریم در بازار رقابت استعماری بین امپراتوری ها. هر امپراتوری برای کشیدن و به دست آوردن اون کشور رقابت میکنه، همه میکنند و مثل شبیه چرخه رولت در الگوریتم ژنتیک که با این در حقیقت روند جدیدتر تو این الگوریتم که خیلی سریع و ساده انجام میشه، کشور با احتمالی به یکی از امپراتوری ها داده میشه که این احتمال متناسب با قدرت اون امپراتوری هست. هر امپراتوری که قوی تر باشه با احتمال بیشتری این کشور رو تصاحب میکنه. من برای فرمولاسیون باز توضیحات متاسفانه فرصت نیست به دلیل اینکه جلسه امروز خیلی خیلی طولانی شد. اگر نیاز بود توی فایل راهنمای فارسی که روی سایت ica-site.info هم راحت میتونید دانلود کنید، ica-site.info این فایل موجود هست، توضیحات کامل‌تری وجود داره. میرسیم به مرحله آخر که سقوط امپراتوری هست. امپراتوری که عملا مستعمراتش رو از دست بده میرسه به مرحله سقوط. این امپراتوری دیگه معنی یک هویت واحد به اسم امپراتوری نمیتونه داشته باشه، مثل خیلی از امپراتوری هایی که دچار سقوط شدن این امپراتوری هم از بین میره. که ما اسلاید مربوط به سقوط امپراتوری رو میبینیم. خب میرسیم به شبه کد الگوریتم. شبه کد الگوریتم در حقیقت بخوایم مرور کنیم اینه که چند نقطه تصادفی روی تابع، حالا برگردیم یه ذره ریاضی‌تر به قضیه نگاه کنیم. تا الان بحث منبع الهام الگوریتم بود. چند نقطه تصادفی رو روی تابع پرت می‌کنیم، مثل تولید کروموزوم یا تولید پارتیکل در گل ژنتیک. از اینجا به بعد اینها رو در قالب دسته‌های مختلفی به اسم امپراتوری قرار می‌دیم. کشورهای مختلف رو، هر جواب کاندیدای ما یک کشور هست. اینها داخل هر بسته که یک امپراتوری هست سیاست جذب اعمال میشه که فرمولاسیونش اومد. بین این بسته ها سیاست رقابت استعماری اعمال